یکی از سوالات خیلی سختی که گهگاه پرسیده میشه اینه که ما چرا هفتا نوت در موسیقی داریم؟ پاسخ سوال اصلا روتین و سرراست نیست یک سوال اینه که اصلا مثل میمونه که بگن چرا اصلا هر انسان دو تا دست داره یا دو تا چشم داره یه چیزی تو این مایه و یه نکته دیگه ای که هست که اصلا مهمه که چرا ما هفت نوت داریم یعنی سوالی است که از لحاظ فلسفی باید مطرح بشه که چرا اصلا دنبال این هستیم که ما بدونیم چرا در موسیقی هفت تا نوت داریم که خب البته پاسخ سوال به شکل مستقیم شاید مهم نباشه ولی لابلای صحبت خودم مواردی رو عرض خواهم کرد از جمله سری هارمونیک ها و نوت های کروماتیک اینها مواردی هستن که میتونه کمک بکنه نکته بعدی اینه اصلا ما تا نوت داریم کی گفتم ما تا نوت داریم ما اصولا خب 12 تا نوت داریم تازه در موسیقی ایران میتونیم 24 تا نوت داشته باشیم مثلا در شورلا سی کرونی که وجود داره خب مگه نوت نیست بس 24 تا نوت داریم خب اصلا 31 تا نمیتونیم داشته باشی من ویدیویی دارم که شما میتوانید فاصله اکتاب رو به 31 قسمت به 17 قسمت به 19 قسمت 21 قسمت تقسیم کنیم پس خیلی هم نباید یک شکل خاصی نگاه کنیم که حتما ما 12 تا نوت داریم حالا ممکنه خب بگید شما در به شکل تاریخی چرا بشر علاقه داشته که با هفت تا نوت یا مثلا 12 تا نوت کار بکنه من میگم خب کی گفته به لحاظ تاریخی مگه ایران جزء تاریخ نیست در موسیقی ایران از ادوار قدیم رو به پرده وجود داشته پس ما شاید درسترش این باشه و 24 تا نوت چرا داریم پس و یه نکته دیگه هم که باز از لحاظ تاریخی ممکنه باعث سفسته بشه این هستش که از کجا میدونید شما 2000 سال قبل 3000 سال قبل نوت هایی بیشتر از هفت نوت وجود داشته و البته سوال بعدی میتونه این باشه که ما چرا در داخل یک گام هفت تا نوت داریم خب درسته که من در موسیقی غربی تامپر شده و اینها دوازده تا نوت دارم ولی در یک گام خب از هفت تا نوت استفاده نمی کنیم دیگه دو ماژور داره می فاصلازی دو حالا هشتمی هم همون دوی اکتاف بالاست خب بعد سوال بعدی مطرح میشه که همیشه اینجوریه نه خب ما در موسیقی گام های پنج نوته داریم شیش نوته داریم هفت نوته داریم هشت نوته داریم همینجوری هست همه نوعش هست گام های انتقال محدود مسیان گام هایی که در موسیقی گام پنتاتونیک در جز کره چین هند اینا وجود داری اینا پنج نوته هستن گام بلوز شیش نوته است یه نوت اضافه میشه و باز دوباره ممکنه شما با سفسته بگید در طول تاریخ اینجوری بوده که همون ارز جواب دادم که از کجا معلوم اینجوری بوده چیزی که الان دست ما هست اینه دیگه ولی جدای از این قضیه من دنبال این هستم ببینم چرا در حالتی که امروز ما هستیم هفت تا نوت در داخل یک گام خیلی تا... کاربرد بیشتری داره این پاسخ برمیگرده به اینکه ما خب میتوانیم از این دوازده رنگی که در نوتهای موسیقی داریم من عرض کردم که همیشه موسیقی مثل نقاشی میمونه و شما دوازده رنگ در اختیار دارید حالا فرض کنیم که موسیقی غربی است اینکه شما در یک قطعه از همه دوازده رنگتون استفاده کنید خب در سریالیسم این وجود داره دیگه موسیقی اکسپرسیونیسم دقیقا همین هست ولی منطقا و به لحاظ هنری شاید مناسب باشه که من از این دوازده تا همش رو استفاده نکنم بلکه از یه تعدادی استفاده کنم مثلا هفتاش استفاده کنم اون پنجتای دیگر رو بذارم کنار برای اینکه تنوع در موسیقی ایجاد کنم یکی از مشکلاتی که ما در موسیقی داریم یک نواختی است برای اینکه من یک نواختی رو بشکنم همه ابزارم رو یه جارو رو نمی کنم هفتاش رو انتخاب می به نام نوت‌های اصلی و اون پنج تای دیگر رو با دقت با هوش با قاعده و با فکر سر موقع خودش جوری استفاده می کنم که اون ساختار تونالی که اون تونالیتی که با اون هفتانوت اولیه اولی ساختم رو بشکنم و عدم یک نواختی ایجاد کنم شک به شنونده ایجاد کنم به این پدیده میگن کروماتیزم که یکی از مواردی بوده که در تاریخ موسیقی دائما در حال تکامل بوده تا اینکه دیگه در موسیقی سریالیست دیگه به اوج خودش رسیده و از هر دوازده نوت به شکل برابر و یکسان استفاده شده که خب خیلی هم فراگیر نشد خب خیلی موسیقی خاصی است موسیقی که شوئنبرگ نوشته یه دونه تو یوتیوب سرچ کنیم این هر کسی نمیتونه واقعا با این دو موسیقی ارتباط برقرار کنه پس یک جنبه قضیه برگرده به اینکه من بتوانم از یه تعدادی از این دوازده تا استفاده کنم سوال این که چند خب یک بررسی شد سال 1976 مشاهده شد که هفت عدد هفت عددی است که از لحاظ حافظه کوتاه مدت بهترین عدده یعنی خب اگه کمتر از این باشه شاید ما ابزار اولیه‌مون کم باشه با ما این که ارز کردم ما موسیقی با 5 پنج... گام پنتاتونیک داریم و اگه بیشتر از هفت باشه مثلا 8 تا باشه چون ما حداقل سه 4 تا نوت خارج از گامو دوست داریم حفظ کنیم دیگه حالا بحث اینه که 7 تا یا 8 تا 9 تا استفاده کنیم حافظه کوتاه مدت بشر توانایی نگه داشتن این 9 تا نوتو نداره بهترین عدد برای ذهن ما از لحاظ به خاطر سپردن 7 تا نوت هست که یکی از مشکلاتی که ما داریم در موسیقی باز هم گذرا بودنه اینکه شما یه نوتی که میشنوید تموم میشه ولی یک نقاشی رو وقتی دارید نگاه میکنید رنگ ها چشم شماست در یک لحظه دارید شما خلق شده فریز شده تو اون زمان و بعد شما داری حالا تعبیر شما ممکنه با گذشت و زمان عوض بشه 20 سالگی یه تعبیر کنید، 30 سالگی ولی از همون اما در موسیقی شما تو 5 دقیقه 16 ساعت همشو داریم دیگه ما قطعه 16 ساعته داریم توی یک ساعتی که میشنوید قطه رو اون نوت های قبلی رد شد تمام شد پس به خاطر همین است ما در موسیقی یک مفهومی به نام تکرار داریم مثلا که بتوانیم این رو مجددا باز تکرار کنیم که اون نوتهایی از یاد رفته در ذهن شنونده ایجاد بشه که وحدت هنری قطه بتونه حفظ بشه اینکه یک موتیف رو بگیریم هی دائما عوض کنیم هی چیز جدید از خودمون ایجاد نکنیم که قبلی یا فراموش بشه این بحث هفته به علاوه های یک نهایتا خب در گام های مینور ما گهگاه نوت متغیر هم داریم دیگه مینور هارمونیک مینور ملودیک خب هشت تا نوت میشه به ندرت در مینور ملودیک خب نه تا نوته ولی خونم گهگاه استفاده میشه اکثرا از همون میشه گفت هشت تا نوت مینور هارمونیک و مینور تئوریک استفاده میشه و از یه طرف دیگر اینه که واقعا کمتر از هفته زیادی دیگه ساده میشه و بیشتر از هفته هم دیگه خیلی پیچیده میشه به خاطر همین یه عدد هفت از این جهت موسیقیایی و اینکه به لحاظ موسیقیایی ما یک نواختی هم نداشته باشیم عدد به نظر بهینه ای میرسه و بماند که اگر از دیدگاه دنباله فیبوناچی بخوایم به این قضیه نگاه کنیم از نوت دو تا نوت دو که بخوایم بریم هشت تا نوت در یک گام میشه که این یکی از اعداد دنباله فیبوناچی است و البته یک عدد دیگه پنجه که تعداد نوت های کروماتیک نسبت به گام دو ماژوره و یک عدد دیگه 13 که از نوت دو اگه شروع کنین همه نوت ها رو برید به نوت دو برسید عدد سیزده نوت رو تی خواهید کرد خود نوت دو اکتاب بالا هم لحاظ کنیم به نظر میرسه از این جهت اینکه چرا ما دوازده نوت داریم اگه بخواید وصلش کنید به ریاضیات و دنباله فیبوناچی که من حال زیاد قبول ندارم اینو از اون جهت هم میشه این رو. نگاه کرد بهش که اینجوری باشه یک مورد دیگه ای که در این راستا میتونه اهمیت داشته باشه مفهوم دانگ اینکه ما چرا در هر گام هفت نوت داریم خب این به دانگ برمیگرده خب بشر گام ها رو از دانگ ها ساخته خب در گام ماژور ما دو دانگ منفصل داریم در موسیقی ایران دانگ هامون متصلن خیلی در ویدیوهای مربوط موسیقی عربی ایرانی اینها خیلی به این پرداختم من که دانگ چه چیه داستانش مفهوم دانگ متشکل از چهار تا نوته از یک نوت تا یک نوت مثلا از دو تا فا دو ر می فا چهار تا نوته بینش سه تا فاصله است این این قسمت اصلیه آجرهای ساختمانی گام های ما هستند که به نظر میرسه این مجموعه مجموعه خوبی بوده برای اینکه بشر بتونه باهاش یک گام بسازه و از اینجا هستش که این چارتا نوت و چهارتا نوت بعدی که آخری تکراری میشه دیگه همون دو این هشتا نوت که دو تا چارتا هستن حالا به صورت متصل یا منفصل تشکیل گام داده از این جهت هم میشه بهش نگاه کرد که شاید هفت نوت در یک گام به این علت بوده یه مورد بعدی هم که هست اینه که کوک سازها چگونه چه نوت رو ما چه جوری کوک فرکانس نوت های مختلفی که در گام هستن چیا هستن که خب داستان برمیگرده به 2000 اندی سال قبل 2500 سال قبل فیساغورس یه صدایی شنید و اینا بعد کنجکاف شد بره اینا به صورت ریاضی در بیاره که اصلا فیساغورس کسی بود که در تاریخ فلسفیل سعی میکرد کرد همی... جز اولین کسایی بود که ریاضیات رو وارد فیزیک کرد که به دنیای فیزیکی رو با ریاضیات تفسیر کرد که بعد نیوتون ادامه داد و دیگه همینجور به امروز رسیدیم ولی خب ایشون از اعداد نسبت اعداد طبیعی مثلا سه به دو دو به یک استفاده کرد اینکه اصلا چرا گام در فاصله اکتاف تعریف میشه یک دلیلش میتونه برگرده به اینکه صدایی که خداوند در انسانها آفریده خانوها و آقایان یک اکتاف با هم فاصله داره به طور میانگین و خب این شاید الهام بخش بوده در اینکه یک اکتاف رو به عنوان یک گام محدوده و چارچوب یک گام تعریف کنیم ولی از جهت دیگه خب ایشون گفتش گام نسبت فرکانسی نوت اکتاف بالا دو برابر نوت اکتاف پایینه نوت صدا خب یک برابره عدد بعدی دو به یک رو گفتیم یک به یک رو گفتیم خب میشه سه به دو دیگه یک دو سه شماره شعداد یک دو سه. سه به دو نسبت فرکانسی مناسبی میتونه باشه برای نوت دیگری که در این محدوده ای اکتاف قرار بگیره مثل این تکه های پازلی که شما بعضی جاهاش رو میذاریم و وسطش رو پر میکنید من دارم گام رو به صورت یه پازل نگاه میکنم که اولش یه هر هرچی میتونه باشه نوت بعدی دو برابر باشه فرکانسش نوت بعدی یک برابر باشه که نوت صلح خواهد بود در کوک فیساغورسی که البته در کوک اعتدال مساوی دقیقا سه دوم نیست از لوگاریتم استفاده میشه اینها رو من در ویدیو مربوطه بهش پرداختم پس یکی از این کاندیداهایی که در این بی‌نهایت فرکانس میتونه این وسط باشه نوت سله که کنیم بعد خب همینجوری برید 4 5 9 همینجور اعداد به هم وقت تقسیم میشه نوت فا که فاصله چهارم هست ساخته میشه همینجا یک فاصله یک پرده ایجاد میشه یعنی اون چیزی که در نوت سول هست با اون چیزی که در نوت فا هست که با تعجب کوک فیساق بورسی من اینو عرض کردم اینا دو تا نوت مجاوره هم باشن فاصله بینشون میتونه یک معیاری باشه که بقیه نوت ها هم با همین بسنجیم پس یک پرده رو از اینجا شاید بتونیم بسازیم و بعد همینجوری ساخته میشه فاصله سوم در میاد بعد فاصله سوم که نوت میه با فاصله چهارم که نوت فا هست خب نصف اون قبلی فاصله اون اگه یک پرده بود این نیم پرده است پس نیم پرده هم از اینجا خودشو می، می، نشون میده و همینجوری شما می توانید با این اعداد طبیعی این گام رو تا حد ممکن با اون یک پرده نیم پرده هایی که در گام های دیاتونیک وجود داره بسازید این هم یک نگاهی بود که میتونست یک دلیلی باشه برای که این فواصل یک پرده و نیم پرده از کجا اومده که البته در فاصله دو پرده داریم فاصله یک و نیم پرده داریم ولی خب من دارم سعی میکنم به تاریخ برگردم و به گذشته یک مورد دیگه ای هم که داره اهمیت هست سری هارمونیکا هست سری هارمونیکا داستانش اینه خیلی داریم بر اساس فیزیک صوت صحبت می کنیم من در مبانی فلسفی علم هم عرض کردم که مبنا ای ترین علم بین علوم مختلف فیزیک هست چون همه چیز در نهایت به فیزیک برمیگرد ابزار بیانش هم ریاضی است پا... که در علم فیزیک صوت بحث میشه شما وقتی یک نوت رو مینوازید مثلا یکی از نوت های بم پیانو نوت دو رو میزنید فقط شما همین فرکانس رو نمیشنوید بلکه مجموعه ای از فرکانس های دیگر که با شدت کمتری به گوش میره سرم میشنوید خیلی گوش حساسی نیاز داره تا شما بتوانید این فرکانس های ثانویه رو بشنوید ولی خب اونایی که مثلا کوک پیانو انجام میدن یا خیلی حرفه‌ای هستن میتونن این فرکانس های ثانویه رو بشنون ولی ناخودآگاه این فرکانس ها روی روح و روان شما تاثیر میذاره و باعث میشه که شما از یک قطعه خوشتون بیاد هارمونی اصلا هارمونی بر همین اساس پای ریزی میشه دیگه یه نکته خیلی جذاب در این داستان وجود داره که شاید کمتر کسی بهش توجه کرده چون اصولا ما گام دو ماژور رو به عنوان... آره دو که میگم اختیاری ولی گام ماژور به عنوان گام مادر در نظر میگیریم و گام خب مینور از این میاد بیرون دیگه گام میکسولیدیان فریژیان دوریان اینا همه از همین ماژور میاد بیرون که حالا در مودهای کلیسایی بهش آیونیان گفته میشه و سایر گام ها مودهای گام ماژور یا مود آیونیان تلقی میشن پس من اگه یه جورایی بتونم به لحاظ همین داستان بگم چرا گام دو ماژوری دوره میفاسولاسی دو هست به کمک همین سری هارمونیکا اون وقت میتونم سایر موتا مثل مینور و اینها رو با توجه به همین تعبیر کنم و وصلش بکنم به گام ماژور وقتی وقتی من دو رو به عنوان ابتدا میزنم یه سری هارمونیکایی میشنوم که من رو صفحه عکسش رو قرار دادم واسهتون اولی همون نوت دو است که نواخته میشه پایین ترین نوت در کلید فا هست این خودشه یک شماره یک بعدی دوی اکتاف بالاست به میگن هارمونیک دوم پس دوباره شما نوت دو رو با یک اکتاو زیرتر میشنوید اوکی هیچ پس همینجا اکتاو الان ساخته میشه یعنی فاصله اکتاوی که عرض کردم که محدوده یک گام هست از همینجا از فیزیک صوت و از طبیعت و آن چیزی که خداوند آفریده زاییده میشود که خب وقتی شما از این استفاده میکنید گامتون رو میسازید چون صداهایی که ما میشنویم همین جوری هم دیگه ناخداگاه با طبیعت ذهن بشر سازگارتره تا وقتی که من یک گام مثلا با اینکه داریم گام هایی که اکتاف نباشن هارمونی که سول هست پس میبینید که نوت سول به عنوان همون یکونیم برابری که عرض کردم و به عنوان نوت مهم در موسیقی تونال و نوتی که خب دامیننت بهش گفته میشه و در هارمونی میبینید چرا پس سول اینقدر مهمه به خاطر اینکه اینجا خیلی غالبه خودشو داره نشون میده و فاصله پنجمه پس ما فاصله پنجم رو هم روی این پازلمون علامت گذاری کردیم حالا نه به واسطه فیساگورس به واسطه فیزیک صوت. بعدی که روی کلید سول تو حامل های بالا نمایش داده شده دوی وسط پیانو هست مجددا نوت دو رو من دارم میشنوم که نوت تونیک همون اولی هست و قراره که دو ماجور هم که تونیکش دو هست رو من پای ریزی کنم دیار. نوت بعدی که هارمونیک شماره پنجه میه پس حالا آکورد دو ماژور که خب مهمترین آکورد در گام دو ماژور هست و ما ساختیم دو سول می و بعد شماره شیش مجددا سول هست شماره هفت سی مله، شماره هشت رو دقت کنید شماره هشت به بعد رو دقت کنید شماره هشت دوه نه ره ده می 11 فا داره پازل حل میشه مثلا اینکه این گام دو ماجور از کجا اومده شماره 11 فا شماره 12 سل شماره 13 رد میشیم از لا شماره 14 رد میشیم از روش که سی به مول هست شماره 15 سی به کار و شماره 16 دوباره دو یعنی از هارمونیک هشتم تا هارمونیک 16 هم به جز هارمونیک 14 هم که سی به مول بود همون گام دو ماژور شما به شکل طبیعی در یک صدایی که از نوت دو ایجاد شده میتونید بشنوید چه بسا این تأثیر ناخودآگاهی که این سری ها تو ذهن بشر گذاشته در یه فرایند تکاملی و فرگشتی انسان رو هدایت کرده باشه به اینکه نوت های دوره میفاصل سی دو رو به عنوان نوت های تشکیل دهنده یه گام ماژور که گام مادر هست انتخاب بکنه معلی آماریم دارم نوت دو هارمونیک اول دوم چهارم هشتم و شونزدهم اعدادم دقت میکنید که معنا دارن دیگه من در مورد قانون مرسن و اینها در کوک ساز گیتار صحبت کردم هارمونیک ها رو اونجا با حل معادله موج به دست آوردم که دیگه اونو به اونجا میسپن نوت سل هارمونیک سه شیش دوازده نوت می و نوت سی اینا رو همه رو میتونید بشمونید که در یک هارمونیک فراهنگم به اینا گفته میشه مثل اینکه که چه نت هایی وجود داره البته بعضی از این نوت‌ها ها دقیقا برابر نیستند با اون نوتی که ما به شکل استاندارد کوک میکنیم یه مقدار دیوییشن وجود انحراف وجود داره نسبت به آن چیزی که وجود داره مثلا هارمونیک 11 هم 13 سنت کم و زیاد داره هر پرده 200 سنت این 13 سنت انحراف داره یا فراهنگ 13 هم به همین شکل اینها نسبت به اون چیزی که مثلا فیساغورس کوک کرد و تعریف کرد نه انحراف داره و اینکه اصلا فواصل مطبوع و غیر مطبوع چجوری تعریف میشه بر اساس همین هاست که دیگه از اینجا به بعد وارد فیزیک صوت و مبانی و مبانی هارمونی در فیزیک صوت میشه اگر شما هم کامنتی دارین در پاسخ به این سوال سخت که چرا ما هفت نوت داریم خیلی خوشحال میشم که در کامنت ها با من به اشتراک بگذارم